طاهره ای عزیز و قشنگه، دیو و دد با چهره پر از غضب و درندگی، با پنجه های خوناشام و نگاه های هیز روی وطن عزیز چادر کشید. ببین چقدر سیاهی نفرت انگیز از زمین و آسمان، از زیر سنگ و لابلای شاخه ها تراوش می کند. قلب آدم از دیدن این همه منظره های جور به جور، این همه جسد، این همه لاشه های متعفن، دست و پاهای بریده، این همه صداهای شوم و خوفناک، همچون ناله مرغ حق پر از درد می شود. اطمینان دارم یک روز خواهد رسید. روزی خواهد رسید پر از شادی و عشق، پر از عشق و لطف و صفا. یک روز خواهد رسید که نواهای شوم بوم خفه خواهد شد. یک روز خواهد رسید که زمین و زمان از مارش طرب‌انگیز شربت تو نشئه کیف خواهد رفت. اطمینان دارم یک روز خواهد رسید. روزی مانند همین روزها. چشمان زیبا و قشنگ تو که همیشه می درخشد به روی آفتاب درخشان باز خواهد شد. دوست قشنگ و کوچکم طاهره، من در نوشتن نامه دیر می کنم، ولی هرچه هست می نویسم. گذشت زمان در مقابل آدم سنگ و سد می چیند. سیاهی ظلم و جور و استبداد در روی قلب آدم فشار می آورد. مانع ها می تراشد، اشکالات تولید می کند که مانع می شود مرتبم به تو، توی قشنگم، نامه بنویسم. وقتی که قلم به دست میگیرم و کاغذ مقابلم میگذارم، یک جور خفقان در من ایجاد میشود، زیرا نمیدانم نامم به دستت میرسد یا نه. در اون صورت آیا از خواندن نامه من اوقاتت تلخ میشود؟ آیا مرا میشناسی؟ این همه سوال مقابلم ردیف میشود. راستی فکر میکنی من چجوری هستم؟ جیگولو هستم؟ کراوات به گردن و کیف به دست، با شلوار اتو شده و عینک حرکت میکنم. خیلی پول دارم و خیلی هم طالب عیش هستم. نه نه نه، همچون نیستم. بگذار طاهره قشنگ خودم رو به تو معرفی بکنم. جیگولو نیستم. کراوات و عینک به خود آویزان نمی کنم. پی لوسبازی و لاسبازی نمی گردم. 19 سالم شده و نشده، ولی در هر صورت عیش و نوش من خواندن کتاب است و عشق من به کتاب. ولی خوب میدانم که نمیدانم چطور شد پریدم توی تله عشق تو. عشق و الفت من نسبت به تو طاهره عزیز پاک و پاک است. هیچ قل و قش و شیل پیلهی در کارم نیست. شاید تو وقتی مرا دیدی تا حالا خیلی دیده ای، بلکه دوست داشتی، یا چنان زهرت از قیافه‌ام میرفت که حد نداشت. من تو را می شناسم که دوست می دارم. من قیافه قشنگ و صورت زیبای تو را دیدم. زلفای بور و پر از چین و شکن تو را که همچون زرورق برق می زند از زیر چادرت دیدم. دستهای لطیف و کشیدت را در زیر دستکش تورت تماشا کردم. اندام زیبا و خوشریختت را از روی چادر تماشا کردم. وقتی با هم کلاسانت در خیابان راه می آمدی مرا دیده ای. ولی خدایا چقدر تو را عجیب خلق کرده است. چرا وقتی مرا میبینی که به صورتت، به چشمانت نگاه میکنم، فوراً چهرت را به طرف دیگر برمیگردانی و نگاهت را از من میبری؟ این کار خوبی نیست طاهره عزیز. تو فقط میتوانی از نگاه‌های پر از درد و عشق من که گاهن در کوچه و پس کوچه به صورتت دوخته میشود مرا بشناسی. دوست قشنگم، این نامه سوم است که نوشتم و تا زنده هستم خواهم نوشت. اگر قادر باشم در قبر هم آسوده نمی نشینم، نامه می نویسم. اگر قادر باشم اسکلت بی جان و موریان خورده من برای عشق مرده هم عشق خواهد ریخت. اسکلت سخت و بدون گوشت من هماغوش با جغت ها و خفاش ها برای تو طاهره عزیز گریه خواهد کرد. گوش کن، من خواهم مرد، تو نیز خواهی مرد، من و تو نیست خواهیم شد. من که حالا برای تو نامه می نویسم خواهم بوسید. پستان های برجسته تو نیز زیر خاک ها خواهد پلاسید. چشمان گرد و ابروان پرپشت من زیر خاک ها دفن خواهد شد. موهای زرین تو نیز در زیر تل خاک ها نیست خواهد شد.
بیا عشق مرا بپذیر، تا وقتی میمیرم با عشق و لذت بمیرم. بیا طاهره زیبا، عشق پر عظمت مرا بپذیر. مرا دوست بدار تا روح من و تو در آن دنیا به هم بچسبد. بیا عشق مرا بپذیر، تا وقتی میمیرم با عشق و لذت بمیرم. بیا طاهره زیبا، عشق پر عظمت مرا بپذیر. مرا دوست بدار تا روح من و تو در آن دنیا به هم بچسبد. بیا و عشق مرا بپذیر، تا در این دار فنا هستیم خون من و تو در یک رگ حرکت کند. دوست قشنگ و عزیزم، دیگر بس است، کاغذ تمام شد، ولی گفتنی ها خیلی زیاد دارم. وقتی که از مقابل در خانه تان می گذرم، قلبم چنان می زند که انگار پر گرفته پرواز خواهد کرد. وقتی تو را می بینم که با خواهرت از منزل بیرون آمده و دارید می روید، پاهایم چنان لرزه می گیرد که انگار نقش زمین خواهم شد. نامه سومم تمام شد. در انتظار نامه چهارم باش. تو را بیشتر از جان می پرستم. قین، ده شهریور 1332.